همونطور که میبینید من اگر بخوام یک پروژه کاملی با QML تعریف کنم از قسمت Qt Quick اپلیکیشن استفاده میکنم از اولین گزینه. این قسمت در واقع کامل ترین پروژه ای که میشه با QML و Qt نوشت. ولی من خب میگم صرفا میخوام یک پروژه خیلی ساده فقط QML بنویسم. از این قسمت Qt Quick UI User Interface رو انتخاب میکنم. خب یه طبق معمول یه نامی براش در نظر میگیریم. و پروژه برایت برام ساخت میشه. در واقع یک رسمی هست توی ابتدای یادگیری هر برنامه نویسی، هر زبان برنامه نویسی، رسم Hello World که خب همه جا راحت میشه. اینجا دیگه خود QML و محیط Qt Creator این کار برامون راحت کرده. شما به راحتی با نیو کردن صرفا یک پروژه میتونید اولین مثالتون رو ببینید توی Qt Quick. همچنین در واقع ساده ترین یعنی یک Hello World خیلی ساده در اولین برخورده با QML تونستید بنویسید. این تقریبا ساده ترین پروژه که میشه با QML و هر زبان برنامه نویسی نوشت. حالا میریم در واقع قسمت اصلی برنامه رو توضیح میدیم. گفتم بخش سازنده QML استلامش رو میگیم element. حالا هر المنتی باید یک فایل جدید تعریف بشه و این فایل جدید پسوند QML خواهد داشت. مثلا اینجا ببینید first qt شد یک المان که با پسوند QML مشخص میشه. اگر من بخوام المان جدیدی به پروژه اضافه کنم از یه فایل جدیدی با پسوند QML باید به پروژه اضافه کنم و حالا اگر در واقع به دل خواه خودم قسمت های مختلفش رو تعریف. خب قرار شد هر المان qt یک root element داشته باشد. اینجا میبینید که یک روت المنت محدوده روت المنت با استفاده از در واقع این هاپولات ها مشخص میشه. روت المنت این فایل یک مستطیله. گفتم المان های پیشفرضی توی QML هستن. از جمله چی؟ از جمله المان رکتنگه که برای کشتن یک مستطیل. من قسمت بقیه رو پاش کنم صرفا چون اصلا بعدن این رو توضیح خواهیم داد. المان ما توسط نام المان و در هاپولات ها مشخص میشه. در ضمن یه چیزی توی C++ داشتیم این کلود کردنه. مثلا یه چیزی سری چیزایی که قبلا یکی سری افرادی نشستن نوشتن من خب صرف ازشون استفاده کنم. import qt quick 1 که خط اوله صرف یعنی همچین در واقع مطلبی رو میخواد اعلام کنه. لایبرری داریم به نام qt quick با ورژن 1 و من اینا این کلود میکنم. هیچ فرق با این کلود نداره. یعنی یک سری افرادی اومدن یک سری المان های پیش فرض نوشتن من با این کار ایمپورت میکنم اینا را وارد برنامه میکنم استفاده کنم ازشون. از جمله رکتنگل پس المان های پیش فرض توی کتاب خانه هستن به نام Qt Quick با این نام نوشته میشن. خودتون هم میتونید کتاب خانه تعریف کنید که حالا اون اصلا موضوع بحث ما توی این جلسات نخواهد. خب هر المانی باید مشخصاتش به یه نوعی تعیین بشه. یک مستطیل ممکنه یه سری مشخصه داشته باشه دیگه، طول داشته باشه، عرض داشته باشه، رنگ داشته باشه، اوپاسیتی داشته باشه، اینکه چقدر شفافه، چقدر در واقع کدره. یک سری ویژگی داریم، یک سری پراپرتی داریم اصطلاحا توی محیط QML برای هر المنتی که می‌سازیم. مثلا توی رکتنگل المان در واقع پراپرتی ها میتونه عرض و ارتفاع باشه. حالا ما المان ها رو چطور مشخص میکنیم و مقدار دهی میکنیم؟ یک، از کجا بفهمیم هر المنتی چه پراپرتی هایی داره؟ مقدار دهی هر پراپرتی که خیلی ساده است. یعنی شما صرفا با نوشتن نام پراپرتی نیم دو نقطه مقداری که میخواید بهش بدید میتونید مقدار اون المنت رو عوض کنید، مقدار مشخصه اون المنت رو عوض کنید. میخواید عرض مستطیلتون بشه مثلا 500، خیلی راحت این با 500 کردن این ویژگی این کار انجام میشه. خب این یکی در واقع ساده ترین حالت بود که بگیم چه المان چه ویژگی هایی توی یک المان هست. ولی اینکه یک المان چه ویژگی هایی داره میتونه از اسیستنت کمک بگیری. من با زدن دکمه F1 روی رکتنگل وارد این بخش میشم که به میگه در واقع یک رکتنگل چه بخش هایی خواهد باشه، بخش چه ویژگی هایی خواهد داشت، پراپرتیز هایی که خواهد داشت. میتونیم رنگ دور مستطیل رو عوض کنیم، میتونیم
در واقع قطر دور مستطیل رو عوض کنیم، میتونیم رنگ خود مستطیل رو عوض کنیم، میتونیم گریدینت نسبت بدیم به یک مستطیل. گریدینت در واقع رنگ هایی هستن که به صورت خیلی قشنگ از یک رنگی مثلا آبی میاد به یک رنگ آبی پر رنگ، آبی کم رنگ، آبی پر رنگ، اسمش میشه گریدینت و توی ادامه مبحث بهش میرسیم. و میتونم مستطیل در واقع دورشو از حالت خیلی 90 درجه در بیارم با استفاده از ریدیوس، این کارو میتونم انجام بدم. ویژگی های دیگه هم هست که ممکنه در واقع اینجا ارث بری هست، یعنی یک آیتمی، یک المنتی میتونه یه سری ویژگی از یک آیتم دیگه ارث برده باشه، یه سری دیگه آیتم ویژگی های دیگه هم داره، خیلی ویژگی میتونه یک آیتم داشته باشه، مطمئنا هم ارز ارتفاع دارن اگر قابل مشاهده باشن. خب پس یک المان داریم، المان اصلی و یک سری در واقع پراپرتی. حالا المانمو گفتم میتونه المان های دیگه هم داشته باشه، یعنی میتونه در دلش یه سری المان المان دیگه داشته باشه. فرض کنیم من خب همچین در واقع شکلی، حالا نه به هم در واقع همین ظاهر ولی با تقریبا شبیه همین چیزی میخوام بسازم. خب این المان بذار من دقیقا روی شکل توضیح بدم. این المان در واقع یک المان اصلی داریم، روز المنت داریم که همون مستطیل است و یک تصویر داریم داخلش که در دل المان قرار گرفته، پس این فرزند مستطیل خواهد بود، و یک متن داریم که باز هم این فرزند مستطیل خواهد بود. خب من میخوام یک تصویر به در واقع این اضافه کنم. اول بذارید رنگ مستطیل رو خیلی راحت عوض کنیم. المان در واقع پراپرتی کالر این کار رو برای من انجام میده. من با استفاده از کیت کالر میتونم رنگ یک مستطیل و رنگ یک مستطیل رو عوض کنم. حالا من چطور میتونم رنگ به یک مستطیل نسبت بدم؟ ما چندین راه برای نسبت دادن رنگ داریم. یکیش خیلی راحت، میتونم من اینجا با استفاده از این رنگ ها دیگه گفتم توی کامپیوتر چهار در واقع سه معلمی دارن، رد، گرین، بلو، درست همان گفتم چهار تا ولی خب حالا فعلا من مد نظر چهار قسمت من باید مشخص کنم عددی بین 0 تا 255 از به صورت در واقع در مبنای 16 من میتونم تعیین کنم، ولی خب این سخت. یک سری رنگ ها به صورت پیش فرض نامش مشخص شده، مثلا من اگه اینجا بنویسم بلو این خودش قابل تشخیص هست براش که رنگ آبی قصد من هست که به این مستطیل نسبت